این آیه در واقع توحید را تفسیر نموده است که باید بنده به وقت هر نیازی که برایش پیش می آید روی به الله جل جلاله بیاورد. همچنین الله جل جلاله می فرماید و این قال ابراهیم لابیه و قومه اننی برا و به خاطر بیاور ای محمد، انگامی را که ابراهیم به پدرش آزر و قومش فرمود من از آنچه شما می پرستید بیزارم، مگر آن کسی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کرد. همچنین خداوند تبارک و تعالی می فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، آنها دانشمندان و راهبان خیش را معبودهایی در برابر الله قرار دادند. ارباب جمع رب است و در اینجا رب به معنی معبود است، یعنی آنها پیشوایان دینی و دراویش خود را معبود قرار دادند و در حلال و حرام از آنها پیروی می کردند. همچنین خداوند تبارک و تعالی می فرماید و من ناکی من تخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بعضی از مردم معبودهای غیر از الله برای خود انتخاب می کنند و آنها را همچون الله دوست می دارند، اما آنها که ایمان دارند محبتشان به الله از مشرکان نسبت به معبودهایشان شدید تر است. و نیز در صحیح مسلم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کسی که به یگانگی الله اعتراف کرد و به آنچه غیر از او پرستش می شد کفر ورزید، جان و مالش مورد احترام و محفوظ است و حساب کارش در آخرت با الله است. همچنان الله جل جلاله می فرماید قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم شما و هموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه‌هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از الله و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار باشید که الله عذابش را بر شما نازل کند و الله جمعیت نافرمان را هدایت نمی کند. همچنین در روایت دیگری از انس رضی الله تعالی عنه که بخاری و مسلم آن را نقل کردند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سه خصلت در هر که باشد شیرینی ایمان را درک خواهد کرد. اول، الله و رسولش نزد وی از همه کس محبوب تر باشند. دوم، محبت او با دیگران فقط به خاطر الله جل جلاله باشد. سوم، و بازگشت دوباره به کفر را همچون افتادن در آتش ناپسند بداند. و از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود هر کی محبت و بغضش و نیز خصومت و صلحش به خاطر الله باشد، با این کار به مقام ولایت الله دست خواهد یافت، یعنی ولی خواهد شد. و انسان هر چند نماز و روزه به جا آورد، تا چنین نباشد طعم ایمان را نخواهد چشید. ولی امروز بعضی برادری ها و محبت ها بر اساس امور دنیا پایه‌ریزی شده و نتیجه مثبتی از آنها عاید حال مردم نمی گردد.
و ابن عباس رضی الله تعالی عنه در تفسیر این سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید و تقطعت بهم الاسباب فرمود، یعنی اسباب مودت و دوستی منقطع می شود. یکی از مهمترین مسائلی که بعد از ایمان به لا اله الا الله از هر مسلمانی مطلوب است، توکل به ذات پاک الله جل جلاله می باشد. خداوند تبارک و تعالی می فرماید و علی الله تتوکلوا ان کنتم مؤمنین، و بر الله توکل کنید اگر ایمان دارید. توکل بر الله جل جلاله یکی از شرایط صحت اسلام و ایمان مسلمانان است. توکل اساس سایر عبادت‌های قلبی می باشد که عبارت است از بکارگیری اسباب و وگذاری امور به الله عزوجل. و متوکل کسی است که اسباب را به کار می اندازد و نتیجه کار را به الله جل جلاله می سپارد، توفیق را از او می خواهد و به کمک او بر می خیزد و یقین دارد بدون حول و قوه الهی کاری پیش نخواهد برد. پس توکل یک عبادت قلبی محض است. توکل بر غیر الله شرک اکبر است، بدین صورت که بر یکی از مخلوقات در اموری که از دایره قدرت او بیرون است توکل نماید. مثلا امیدوار باشد که فلان شخص گناهانش را می آمرزد و یا فرزندی به او خواهد بخشید و آنچه که قبر پرستان از قبور اولیا و مشایخ خود انتظار دارند، و این شرک اکبر و منافی و مخالف با توحید است. نوع دیگر از توکل بر مخلوق شرک خفی یا پنهان محسوب می شود و آن عبارت است از این که امید چیزی را از مخلوق داشته باشد که در دایره قدرت او باشد و بگوید من با امید الله و تو چنین می کنم، و این سخنی است ناجایز، بلکه باید بگوید من به امید الله سپس تو چنین می کنم. زیرا هیچ یک از مخلوقات شایستگی این را ندارد که ما بر او توکل کنیم، بلکه فقط به الله جل جلاله توکل کردن درست است، چنان که در آیه فوق به ما دستور داده شد که وعلی الله فتوکلوا، و این دستور وجوب توکل یعنی واجب بودن توکل بر الله عزوجل را میرساند. پس واجب است توکل را که نوع عبادت است فقط به الله اختصاص بدهیم و کسی را با او در توکل شریک نسازیم، چنان که در آخر آیه فرموده است این کنتم مؤمنین، پس اگر واقعا مؤمن هستید فقط بر الله جل جلاله توکل نمایید. یکی دیگر از نشانهای ایمان ترس از الله عزوجل می باشد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام الله برده شود دلهایشان ترسان می گردد. همچنین الله جل جلاله می فرماید یا ایها النبی حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین، ای پیامبر الله و مؤمنانی که از تو پیروی می کنند برای حمایت تو کافی است. و در جای دیگر می فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و هر کس بر الله توکل کند و کار خود را به او واگذارد الله کفایت امرش را می کند. باید گفت که توکل بستگی به ایمان و درک انسان از توحید ربوبیت دارد. باید دید که توحید و عظمت الله جل جلاله تا چه میزان در قلب جای گرفته است. هرچی بیشتر به ملکوت الله در آسمان ها بیندیشیم، دانش ما در مورد این که الله جل جلاله چرخاننده نظام بزرگ و پیچیده هستی می باشد افزایش خواهد یافت. آنگاه پی می بریم که برای چنین خالق توانایی یاری رساندن به این بنده ناچیز کار دشواری نیست، و بدین صورت در مقابل عظمت الله جل جلاله زانو زده و بر او توکل می نماییم. حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، الله ما را کافی است و او بهترین حامی ماست. سخنی عظیم و پربار و شعار هر مسلمان و مؤمن است. حقا اگر بنده با امید بر الله جل جلاله توکل نماید، الله عزوجل نیز
برای او از خلال مصائب و مشکلات مختلف راه خروجی پیدا خواهد کرد. از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود ابراهیم علیه السلام وقتی در آتش انداخته شد فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل، الله ما را کافی است و او بهترین حامی ماست. وقتی که به محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفتند الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا، یعنی مردم علیه شما جمع شدن از آنها بترسید. این سخن ایمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم